خب تو چی میخوای بخونی اینا؟ مثلا توی راست منجو بخونی یا خب میتونی الان از اینجا شروع کنی کارهایی که میخوای انجام بدی تزیناتشو بنویسی دیگه. من به این خاطر گفتم بنویس. از الان حالا این شعر خوبی نیست انتخاب کردی. تو اگه شعر انتخاب میکردی و خودت شروع کردی به تزیینات گذاشتن. نه چون الان فیلم داره بود گفتم که اگه فیلم داره هست پس درامت ها رو تحبیرهای اولش رو میشه این کار رو میکرد. همه آواز رو میشه این کار رو بکنم. من تو گروه نوشتم اما تا هیچی ازم نپرسید من چی بگم. خب من از چشمان خدا آموختم رسم محبت را، رسم محبت را. این زمان اکسنت باید خیلی درست باشه. خب حتی میدونم که الان تمرکز گرفتی که چیکار بکنی. خب کار سختی هست ولی تمام این آرتیکوله ها باید طوری باشه که زیبایی کار لطف نظر کلامت رو منقطع نکنه، معنی کلام رو به هم نریزه، چون کلام در خدمت موسیقی حواست باشه. خب طوری نباشه که موسیقی کلام رو خراب نکنه. یعنی اگر ما قرار باشه که موسیقی رو طوری بسازیم که کلام خراب بشه این خیلی بد میشه. حتی هر دو مکمل همن ولی هدف اینجاست که ما اگر موسیقی با کلام داریم می‌سازیم باید حتما کلام درست بنا باشه. خب من از چشمان خدا آموختم درس محبت را. خب اینجا ما میتونیم خیلی بهترش بکنیم، میتونیم در آمریکای بهتری بشه. بگیم من از چشمان تو، من از چشمان خود. ببین توش چی داره؟ خود قرد داره توش. خود آموختم چی داره توش؟ داره نمیکنه درسه طوری باشه که ظاهر بشن، خودشون نشون بدن، متبادر بشن. خب حالا اگر بیای روی این شعر هر چیزی که میخوای بنویسی کارت ساده تر میشه. بیا بنویس میخوام روی من مثلا دو تا تحلیل بدم، چشمان رو داینامیک بهش بدم، آموختن رو بالا رونده مثلا داینامیک بدم. میتونی همه این کار رو بله دقیقا مثلا من هست رو بیم روی سورش ها مثلا گلیساندو اون رو من از چشمان خود آموختم. از جایی که اصلا مثلا روی بالا حرکت میکنیم اگه گزش رو استفاده بکنیم یه دفعه گزش رو بکنیم بشتی با بکنیم. خب اول نباید قالب اون ملودی رو تعریف بکنیم، بعدا در قالب ملودی این بره. آره ملودی اصلی که تو برداشته باشی دیگه، میدونی که الان چیزی که میخوایی بخونی چیه کلیتش، ولی این تزئیناتی که تو رو گم میکنه توی آواز، تحریر رو نمیدونی چند تا بزنی یا این کشیش ها چقدر، اون کمک تو میکنه. اگر هم ملودی که دیگه تقریبا تو حفظ میدونی آقا درآمده راست پنجگاه چیه، نمیدونم گوشه فلان چیه، تو تو تزیینات و تحلیلهایی که داره سر در گم هستی. خب مرسی. یه نفر دیگه میتونه بره یک نگاه دیگه بکنه.